به نام خداوند بخشاینده و مهربان. هموطنان عزیز سلام، صبح شما بخیر باشه. انشاءالله هر جایی که هستین صحتمند سرحال بوده و لباس عافیت بتن داشته باشین. خداوند منان و بزرگ را شکرگزار هستم که بار دیگه بر ما فرصت داد تا در برنامه گلبانگ در خدمت شما خوبان و عزیزان باشم. شمایی که امی لحظه خانه گلبانگ را از پرده مستطیل تلویزیون یک تماشا میکنین و بیننده برنامه گلبانگ هستین، آغاز یک صبح متفاوت، عالی، خوب و خیلی قشنگ بر شما رقم خورده باشه. شکرگزار هستیم که هستیم در اینجا و امروز هم با یک دنیا داشته های خوب و عالی در برنامه در خدمت شما خوبان و عزیزان هستیم. امیدوار هستم که مثل روزهای گذشته تا پایان برنامه را تک به تک مرا همراهی بکنین. دوستایی که امی لحظه بیننده برنامه ما هستین و امی لحظه ما را تماشا میکنین، دقیقا امروز روز یک شنبه هست و آغاز روز یک شنبه برای تمام شما بهتر، خوبتر و عالیتر شروع شده باشه و ما هم تلاش میکنیم که داشته های ما فوق العاده خوب باشه تا در خدمت شما خوبان و عزیزان باشیم. تشکر میکنم از تمام همکارای ما که در این برنامه زحمت میکشن، تلاش میکنن و ما هم زحمت و تلاش مبرمی است که بتانیم لحظات خوب و عالی رو بر شما هدیه بدیم. خبرهای بسیار خوبی هم هست امروز و همچنان ما امروز در برنامه داشته های بسیار خوب و عالی را داریم، به شرطی که شما تا پایان امروز برنامه مرا همراهی بکنین و همراه باشین. اما طور که یک روز دیگه ما در رابطه به سخنان انگیزشی صحبت کردیم، امروز می خواهیم که فوق العاده عالی جملات خوب و دوست داشتنی را که انگیزشی است بر شما به خوانش بگیرم. یک به یک یگان وقت یک جمله انگیزشی یا یک جمله از یکی از نویسنده های خوب این دنیا در کل، حالا برادم یک روحی میده که زندگیش تغییر بکنه و برای تغییر خود بالاخره اقدام بکنه و زندگی خود یک رنگ بوی دیگه ببخشه برای زندگی خود. امیدوار هستم که این اتفاقات در زندگی تمام شما رخ داده باشه و یکی از بزرگترین اتفاقای خواهد بود که ما بخواهیم برای تغییر خود در زندگی تلاش بکنیم و یک زندگی آرامتر، بهتر و خوبتر را داشته باشیم. همچنان بخش روزنامه امروز که در کل حالا خبرایی که در روزنامه ها هست رو من حتما به خوانش میگیرم و خوشبختانه که امروز ما باز هم موسیقی داریم و در آغاز برنامه میخواییم که شما را ببرم به طرف یک تکنوازی بسیار مقبول و قشنگ که هم کارهای ما آماده نشر کردن با هم یک جا میبینیم. بعد در ادامه برنامه گلبانگ هم هست و تا پایان برنامه من هم در خدمت شما خوبان و عزیزان هستم.
تکنوازی مقبول و قشنگی که با گیتار بود و من امیدوار هستم که مورد پسند شما قرار گرفته باشه. گیتارم خیلی صدای دوست داشتنی داره. بعض اوقات گوش آدم نوازش میده و بخصوص که در صبح وقت آدم بشنوه صدای گیتار دیگه کیف دیگه ایره داره. اما طور که من در رابطه با سخنان انگیزشی گفتم، حالا شما اگر یک بار به اینترنت برین و سرچ بکنین ببینین، خیلی مقبول و زیبا جملاتی است که آدم با خواندن و جملات و عملی کردنش به زندگی میتونه که یک تغییر بزرگ را به زندگی خود ایجاد بکنه. برایان تریسی، ادیسون، به مثل ادیسون صدها افراد و اشخاص دیگه که کتاب‌های مختلف نوشتن همچنان جملات بسیار قشنگ خوب انگیزشی هم دارن. مثلا برایان تریسی در یکی از سخنان انگیزشیش گفته که یکی از کلیدی‌های موفقیت داشتن نظم در انجام دادن کارهایی است که باید انجام دهید و حتی اگر میل به انجامش ندارید اما میدانید که مهم هستند و باید انجام شوند. و وقتی یک وظیفه بر ما سپرده میشه دقیقاً که حتی اگر ما میلی هم نداشته باشیم باید که با نظم بسیار درست و خوب او را انجام بدیم، بعد کار ما را ختم بکنین. یکی از گپای بسیار خوب برایان تریسی. و همچنان یک جمله دیگه بسیار مقبول و زیبا از جورج فورمن لوکاس آمده که افرادی که صبر خوبی دارد اتفاقات خوبی برایشان رخ می‌دهد و اتفاقات عالی برای افرادی که اتفاقات عالی خودشان با تلاش خودشان محقق می‌کنند. بدون شک هر انسانی که در زندگیش صبر داشته باشه، بردباری داشته باشه، حتماً که به موفقیت می‌رسه. عجله در کار همیشه انسان‌ها را یک ضربه بسیار کلانه میزنه، اما در کل انسانی که صبر داشته باشه و از صبر کار بگیره، من مطمئن هستم که اوج قله های موفقیت در انتظار او آدم می باشه. و همچنان اینجا پیش من خیلی سخنان زیاد از انگیزشی و از دانشمندان مختلف هم هست. ادیسون گفته که بزرگترین ضعف ما در تسلیم شدن نهفته است. همیشه مطمئن ترین راه برای موفقیت تلاش دوباره خواهد بود. جمله‌ای که حالا هر کس این جمله را بخونه مطمئن هستم که معنای خوب و عالی را درک میکنه. از جمله بعدی، بزرگترین لذت در زندگی انجام کار است که دیگران میگن تو نمیتوانی. مطمئن هستم شاید این جمله را زیاد شنیده باشین. لذت هم در امون کار است که دیگران بر ما بگه تو نمیتوانی و ما با تمام ویژگی های خوب امون کار را انجام بدیم و بالاخره به اتمام برسانیم، او وقت خیلی لذت بخش است بر ما. دقیقا که چنین هست. و همچنان از همه توانت برای بهتر شدن استفاده کن. حیف است که امروز هم امان کسی باشی که دیروز بودی. ای کاش که تمام جوانای ما، ای کاش که تمام نسل جوان ما قسم زندگی بکنن که من دیروز هم گفتم، که یعنی امروزشان بهتر از دیروز باشه. و اینجا این سخن انگیزشی همین گونه است که همه توان خود انسان باید برای بهتر شدن استفاده کنن. حیف است، حیف میشه که امروز ما بهتر از دیروز نباشه و ما همونطور بگونی عادی هر روز ما همونطور عادی باشه و هیچ تغییر در زندگی ما ایجاد نشه. میان برنامه خیلی کوتاه داریم، با هم یک جا تماشا میکنیم، بعد در ادامه برنامه با شما هستیم. برگشتیم به ادامه برنامه و شما بیننده گلبانگ هستین. هموطنان عزیز، من صحبت کردم در رابطه با سخنان انگیزشی. یک مهمان داریم از روی خط اسکایپ با ما هستن، بانو تبسم زعفری که روانشناس هستند. یک موضوع بسیار خوب هم انتخاب کردیم که این روزها مطمئن هستم که در جامعه افغانستان بیشتر دیده میشه، روابط عاطفی. دقیقاً که حالا شاید به ذهن شما تعریف‌های مختلف از روابط عاطفی بگرده و همچنان حالا که روابط عاطفی به چی میگیم و بالاخره در کجا میتونه خیلی نقش مهم و اساسی را
داشته باشه روابط عاطفی، و اگر روابط عاطفی زیاد شه بالاخره باعث مشکلات هم میشه یا نمیشه؟ از نگاه روانشناسی مطمئن هستم که عاطفه، روابط عاطفی تعریف های گوناگون شاید داشته باشه، و ای که مثلا اگر این روابط عاطفی زیاد شود چقدر مشکل ساز میشه، مطمئن هستم که رای حلی هم برای وجود داره. اما روابط عاطفی میان دختر و پسر به چه نوه روابط میگه؟ بانو تبسم ظفری از روی خط اسکایپ با ما هستن. سلام و صبح شما بخیر بانو ظفری، خیلی خوش آمدین به برنامه. تشکر از اینکه هستیم با شما و شما از روی خط اسکایپ با ما وصل هستین. صبح شما بخیر باشه. تشکر، ممنونتان. صبح شما بخیر. من همچنان سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و بیننده های خوب شما. سلامت باشین، صبح شما هم بخیر باشه. در آغاز بیایم از اینجا شروع بکنیم که روابط عاطفی به کدام نوع روابط میگن، بعد باز میایم روی عاطفه میان دختر و پسر که حتما صحبت های خواهیم کرد. بدون شک روابط عاطفی مهمترین نیازی است که ما و شما داریم، چی در روابط زن و شوهری، چی در روابط دوستی، چی روابط فرزند و والدین، مهمترین نیاز یا منطقه. ما به عنوان کسی که امروز با بخشی عظیمی یا یک تیف عظیم از جوانا کار میکنم که متاسفانه دست پنجه نرم میکنن با این مشکلات، ریشه هایی که روابط عاطفی به چه شکل باید شکل بگیره و به چه شکل باید آسیب دیده، روابط عاطفی باعث میشه که مشکلات بسیار زیادی را به وجود بیاره. از جمله زمان دختران و پسران مخصوص از طریق فضای مجازی یا دایرکت و مستقیم روابط عاطفی میگیرن، اونا اصلا هدف گذاری ندارن. بنان زمانی که هدف گذاری ندارن اینا به نتیجه نمیرسن، و اگر به نتیجه هم برسن جز شکست چیزی نیست. و طبعا زمانی که ما در یک روابط عاطفی قرار میگیریم مراحل زیادی داره، یعنی با یک دیدن ما وابستگی عاطفی پیدا نمیکنیم. زمانی که وارد رابطه عاطفی میشه مراحل داره که با پشت سر گذاشتن هر مرحله ما دیگه به عقب برگشتن نمیتونیم. طبعا ما هم وابستگی عاطفی شدید پیدا میکنیم و نمیتونیم به عقب برگردیم، که اولین مرحله بدون شک اون مرحله است که ما معلومات در موردش جمع آوری میکنیم، پروفایلش رو چک میکنیم، در موردش حرف میزنیم، از کسای پرسان میکنیم، و اولین گامی که بعد از این یا پس از این شامل میشه در مراحل شکل گیری رابطه عاطفی هم چت هست که طبعا همدلی به وجود میاد و دنبالش وابستگی عاطفی به وجود میاد و دنبالش عشق به وجود میاد. و مرحله دوم سرمایه‌گذاری عاطفی است. ما زمانی که با یک کس وارد رابطه عاطفی میشیم، خب آگاهی بسیار زیاد از سطح پایین هست. ما اصلا از هیچ چیز از تمامی چیز بی‌خبر هستیم و سرمایه‌گذاری عاطفی روانی، فکری و مالی میکنیم. سرمایه‌گذاری روانی به شکلی است که اگر او حالش خوب بود حال ما هم خوب هست، اگر او حالش خوب نبود حال ما هم خوب نیست، و سرمایه‌گذاری فکری که تمامی حواس و هوش و فهم ما مربوط به او میشه، یعنی از اگر در کارهای روزمره ما مصروف هستیم فکر ما به اوست. و سرمایه‌گذاری مالی هم همچنان به همین شکل، ما طبعا تحفه ها برش میخریم و کردیت کارت و امثال این چیزا. خانم ظفری، میخوایم از شما بپرسم که حالا روانشناسی در رابطه به روابط عاطفی میان دختر و پسر چی گفته؟ و شما بیشتر گفتین که میتونه که خیلی ضررهایش هم داشته باشه، اگر یاد بکنین که چه نوع ضررهایی میتونه داشته باشه روابط عاطفی میان دختر و پسر. دقیقاً. خب روابط عاطفی گفتم مهمترین نیاز هست، و آسیب هایی که ما ببینیم معمولا ما زمانی که وارد رابطه عاطفی میشیم اکثرا از طریق فضای مجازی یا چی از حضوری تحقیقاتی را نشان می‌دهد که مردها اکثرا و معمولا بیشتر هدفشان برآورده کردن نیاز جنسیشان هست، اما خانم‌ها بدبختانه یگانه همو هدفشان برآورده کردن نیاز عاطفیشان است، چون مردها خانم‌ها بی نهایت زیاد زیر فشار روابط عاطفی قرار می‌گیرن، و زمانی که وارد روابط عاطفی میشن اونا اکثرا به خواسته های مخاطبشان یا پارتنرشان لبیک میگن و تن به روابط جنسی میتن. چرا؟ چون خانم ها اکثرا به این زمان که وابستگی شدید عاطفی پیدا میکنن و اینا دیگه اصلا میخواین به هر نه و شکلی که شده باید رابطه ادامه پیدا کنن، و همی اساس لبیک میگن که اصلا نتیجه خوب نمیگن. مسئله شریعت دین یک طرف، اما بدون شک زمان خانما تن برای روابط جنسی قبل از ازدواج میتن، ولی اما آدم با او ازدواج هم کنه اصلا جذابیتش از بین میره و در طول زندگی نتیجه خوب نمیگیره. اما بحثی که آسیب ها میبینن، معمولا ما در روابط عاطفی یک بخش از ویژگی های سالم داریم، یکی ویژگی های ناسالم داریم.
ویژگی سالم تعوی تطفی ما مثلا به مراجعین میگم علائم هشدار دهنده وجود داره. معمولا زمانی که ما وارد رابطه تطفی میشیم امو جذابیت های ظاهری و جنسی شفقت میبینیم، امی باعث میشه که ما اصلا بسیاری معایبی که داره را در نظر نگیریم. متاسفانه آگاهی ها باز هم پایین است، به امی خاطر باید بالا بره. ویژگی سالمش مثلا شما اصلا حد و مرز و خط قرمزها دارین، شما احترام به خودتان دارین، به فرد مقابل دارین و تمامیت بیمارگونه قطعا نداریم. از او را مجبور به کار نمیکنین و شما هم همچنان مجبور به کاری نمیشین، همیشه دوست داشتنی هستین. اگر چی اختلافات وجود داره شما ببینین اکثرا زوجایی که میگن ما اصلا اختلاف اصلا وجود نداره اصلا کیس به محض است. چرا؟ چون ما با هم آشنا میشیم از دو فرهنگ مختلف و از دو خانواده با هم سر پای اختلاف دارن، سبکای طبیعتی مختلف و طبعا ما اختلافات داریم، اما در کنار یکی دیگه با اتفاقات اختلافات حل میسازیم و این منجر به این میشه که رابطه واقعا موفق داشته باشیم. در کنار روی بعضی های ناسالم که واقعا با احساس دیدن رابطه میشه و ایست که معمولا آقایان از طرف آقایان اکثرا یا خانم ها یا معمولا یعنی بیشتر آقایان چیزهای دکی که تن زننده میزنه که علائم هشدار است، خواهش میکنم دو صورت از رابطه کوشش کنین براین، چون زمانی که شما میبینین به نحوی به شما پیام اما مردتان میرسانه یا ای که ذهنیت شده برتان میگه شما اگر با من چت میکنین یا با من هستید شاید با دیگران هم باشی، اینی علائم هشدار دهنده است. همچنان سوء استفاده ها و تنه ها مثلا سر چاق بودن و لاغر بودن و نمیفهمم لهجه و زبان اینیا میتونه علائم هشدار باشه و آسیب های شدیدی که امروز ما از نتیجه هم شکستیش قسم میبینیم در تیپ جوانی. خانم زفری فقط میخوایم میره بپرسم که حالا روانشناسی میگه که در کل روابط عاطفی میان دختر و پسر در آغاز شما گفتین که ضررهای خودش هم داره، برای شکل گیری روابط عاطفی حالا از کدام زمان باید شروع کرد؟ یعنی روابط عاطفی قبل از ازدواج خوب تر است یا بعد از ازدواج در کل؟ ببینین اصلا ما معیار گذاشته نمیتونیم که شما اصلا حق ندارین رابطه عاطفی بکنین. چرا؟ چون ما امور رشد هورمونا زمانی که ما دوره نوجوانی رو آغاز میکنیم یا آغازگر دوره نوجوانی و جوانی هستیم، رشد هورمونا و دوره های سنی ایجاب میکنه که ما تماس داشته باشیم، تماس تلفنی داشته باشیم، رابطه عاطفی داشته باشیم و این هورمونای تستوسترون و اندروفین بخوای نخواهی خودشان به ما امی چانس میاثر میسازن. اما ما رابطه عاطفی بد نیست قبل از ازدواج. این باعث میشه که اگر در یک چوکات محدوده باشه تا میتونین آینده بسیار روشن داشته باشین، تجارب بسیار خوب کسب کنین، شما به بلوغ فکری و فکری و عاطفی و جنسی میرسین. اما در صورت که شما اصلا هدف ندارین و چشم پت در یک رابطه وارد میشین و اصلا سوال نمیپرسین، من بسیار مراجعین پرسان میکنم چرا سوال پرسان نمیکردی؟ میگه خب ما میترسیم که اما شور و شوق و علایقی که در رابطه بود کاهش پیدا نکنه، در حالی که اصلا یک دید مزمیک هست. شما میتونین سوال پرسن کنین، شما میتونین هدف داشته باشین، از او یا از مخاطبتان پرسن کنین که هدف از اینکه زیاد دوست دارم مرمگی چیست، ازدواج هست، ساتری است یا چی. و یکی از مشکل دیگه ایست که شما همیشه متوجه باشین با کسایی که عشق بیمارگونه دارن یا به نحوی اونا زخم خورده هستن و نو از شکست عشقی خلاص شدن و میخواین شما رو به عنوان یک منبع از لحاظ عاطفی به عنوان یک منبع از شما تغذیه کنن خوبتان باشد، چون اونا اصلا ملاک ها یا معیارهایی برای انتخاب نیستن. و اگر با اونا رابطه هم داشته باشین ولو همین رابطه عاطفی تا منجر به ازدواج هم شما شما میبینین در یک مرحله زندگی که این با اون ملاک هایی که من میخواستم اصلا هم فایل نشه و این فقط دونمو دوره مرا میخواسته چون فقط از لحاظ عاطفی میخواسته از ما تغذیه شود. بله تشکر خانم زفری، سلامت باشین، گفته های خوب، انشالله که در مردم های بعدی هم حتما شما را میداشته باشیم. سلامت باشین از اینکه آمدن روی خط اسکایپ. بسیار تشکر، روزتان خوش. سلامت باشین، روز شما همچنان خوش. خانم زفری در رابطه به شکل گیری روابط عاطفی میان دختر و پسر صحبت کرد. دقیقاً دیگه حالا فضای مجازی جای برای ساختن روابط عاطفی فکر کنم که نباشه، به خاطر از اینکه از فضای مجازی و از صفحات اجتماعی که ما اگر بخوایم بر خود روابط عاطفی بسازیم
کار منطقی و عقلی نخواهد باشه. شما مسابقات یورو 2020 را به گونه زنده و مستقیم از تلویزیون یک میتونین تماشا کنین با گزارش دو همکار خوب ما مختار لشکری و همچنان علی جان رحیمی. بازی ها که آغاز شده بود از جمعه تا حال خیلی از کشورها در مقابل یکدیگر قرار گرفتن، به مسافه هم رفتن. حالایی که قهرمان میشه به یورو 2020، لیگ یورو 2020، امشب دقیقاً 3 بازی هست و در این 3 بازی انگلیس به مسافه کرواسی میره در مسابقه اول، که دقیقاً این مسابقه را میتونین ساعت 5 عصر به گونه زنده و مستقیم تماشا بکنین. مسابقه دوم هم اتریش در مقابل مقدونیا هست که او هم دقیقاً ساعت 8 شب نشر میشه به گونه زنده و مستقیم، شما از تلویزیون یک میتونین تماشا بکنین و میبینیم با هم یک جا پروموشن را بعد برمیگردیم. جام ملت‌های اروپا، انگلستان کرواسی، امروز ساعت 5 به طور زنده از 1. حامیان این برنامه: الکوزه اپل مینت. فواید رایگان و سهولت‌های بیشتر فقط برای شما. شرکت تجارتی پرویز مروت لیمیتد الکل تی بی 70% را وارد نموده است. Are you ready for this? جام ملت‌های اروپا، اتریش مقدونیا، امشب ساعت 8 به طور زنده از 1. حامیان این برنامه: الکوزه اپل مینت. فواید رایگان و سهولت‌های بیشتر فقط برای شما. شرکت تجارتی پرویز مروت لیمیتد الکل تی بی 70% را وارد نموده است. برگشتیم و شما میتونین که جام ملت‌های اروپا را به گونه زنده و مستقیم از تلویزیون یک تماشا بکنین. و آخرین مسابقه مسابقه هلند و اوکراین است که دقیقاً ساعت 11 شب به گونه زنده و مستقیم از تلویزیون یک نشر میشه و شما میتونین که ببینین. پروموشن را با هم ببینیم. جام ملت‌های اروپا، هلند اوکراین، امشب ساعت 11 به طور زنده از 1. فوتبال عشق است برای کسایی که واقعا فوتبال دوست هستند. من مطمئن هستم که علاقه‌مندان خیلی زیاد و بیشتر هم در افغانستان و هم در کل دنیا فوتبال داره. دیدن فوتبال هم یک کیف داره و همچنان زنده بازی کردن هم یک کیف دیگه داره. من مطمئن هستم که خیلی جوانان علاقه‌مند فوتبال هستند. پس شمایی که می‌خواین که جام ملت‌های اروپا را از دست نتین و همیشه ببینین به گونه زنده و مستقیم با گزارش دو همکار بسیار خوبمان مختار لشکری و همچنان علی رحیمی تماشا بکنین و فوتبال را، حالا مطمئن هستم هر کسی یک تیم را انتخاب کرده و
تا پایان با او تیم میره، یا که تیمش حذف میشه در می اوایل، یا که بالاخره با او تیم پیش میره. ای که کدام تیم برنده خواهد شد در کل هنوز معلوم نیست و این مسابقات جریان داره و تا پایان این مسابقات را همراهی بکنین تلویزیون یک را و در کل حالا میتونین به گونه زنده و مستقیم هم برنامه را تماشا بکنین. وقفه بسیار کوتاه و بازم برمیگردیم. برگشتیم به ادامه برنامه. دوستای عزیز، بخش روزنامه است و باید که تازه ترین سرخط خبرها را هم به خانش بگیرم. از روزنامه صبح کابل شروع میکنم و در روزنامه صبح کابل آمده که روز جهانی مبارزه با کار کودک، دزدیدن کودکان از جهانی که به آن تعلق دارند. در گزارشی که سازمان جهانی مهاجرت روز گذشته جمعه 21 جوزا به نشر رسانده آمد است که بیشتر از نیمی از کودکان 5 ساله و 7 ساله در افغانستان مشغول کار کردن هستند، کاری که برای برآوردن نیازهای خود کودک و خانوادهش است و از آن فراری نیست. هرچند شمار دقیق کودکانی که در این رده سنی در افغانستان اصلا معلوم نیست، اما کودکانی که در این سن قرار دارند و برای تأمین هزینه زندگی خود و خانوادههایشان از کودکی دور نگه داشته می شوند و دچار آسیب های زیاد جسمی روانی می شوند که در شخصیت اجتماعی فرد را در آینده دچار ضعف کرده و همچنان مشکلات زیاد را به بار می آورد. نشست پرسش برانگیز مکه، ملاهای پاکستانی و عادی‌سازی طالبان. پدیده های کلان، روایت ها و کنش های جمعی اجتماعی با این که مزیت های بسیار دارد، اما همین که در ساعت استفاده سوی انسانی قرار می گیرند آسیب های فاجعه بار را به بار می آورد که عواقب آن جز نابودی انسانیت چیز دیگری نیست. دین پدیده عقلانی اجتماعی است، اما با استفاده سوی انسانی و جمودگرایی در افغانستان وارد مرحله شده که باید آن از آن عبور کند و به قول مولوی به اصل خود باز گردد. افزایش بی‌پیشینی خشونت‌ها، آیا ارتش آمریکا دوباره به افغانستان برمیگردد؟ دسترخوان خالی ملی، شهروندان از کرونا نه از گرسنگی میترسیم. ادامه خبر در صفحه 4 است، معتمدی را به خانش می‌گیرم. ادامه حمله هدفمند در غرب کابل، در دو انفجار 7 غیر نظامی ازاره کشته شدند. دیروز دقیقاً 2 انفجار در غرب کابل صورت گرفت. برگشت دوباره آمریکا و تکرار سناریوی عراق در افغانستان. تشدید عملات از سوی طالبان و احتمال برگشتن القاعده به صحنه، وزارت دفاع آمریکا را وادار به بررسی طرح برگشت دوباره به افغانستان کرده است. رونالد مولتری، معاون وزارت دفاع آمریکا در بخش استخبارات و امنیت، روز جمعه 21 جوزا در نشست استماعی پارلمان این کشور آمادگی اردوی آمریکا برای احتمال برگشت در افغانستان را تایید کرده است. خبر بعدی در روزنامه خب، دو انفجار جداگانه در غرب کابل 7 کشته و 6 زخمی به جا گذاشت. مسئولان امنیتی میگویند که در نتیجه دو انفجار جداگانه در مربوطات غرب کابل 7 نفر جان باختند و 6 نفر دیگر زخمی شدند. بصیر مجاهد، سخنگوی پلیس کابل، میگوید که این رویداد حوالی ساعت 2:50 پس از چاشت و روز شنبه 22 جوزا در سایه مهتاب قلعه و ایستگاه سرپل دشت برچی کابل رخ داده است. به گفته او هر دو رویداد ناشی از انفجار ماین مغناطیسی بوده و دو اراده موتر و نو تونس را هدف قرار داده است. آقای مجاهد می افزاید در انفجار ماین بر موتر تونس در سایه مهتاب قلعه 6 نفر به شمول یک زن جان باختند و 2 نفر دیگر زخمی شدند. در انفجار بر موتر تونس در ایستگاه سرپل نیز یک نفر کشته شده و 4 نفر دیگر به شمول یک زن زخمی شدند. روند تطبیق واکسین کرونا در افغانستان از سر گرفته شد. مسئولان وزارت صحت می گویند که روند تطبیق واکسین کرونا در افغانستان
که هفته گذشته متوقف شده بود دوباره اثر گرفته شده است. عثمان طاهری معاون سخنگوی وزارت صحت به روزنامه صبح کابل میگوید که روند تطبیق واکسن روز شنبه 22 جوزا در عبده مرکز در ولایت کابل آغاز شد. به گفته او واکسن کرونا در 9 ولایت دیگر رسیده و تا 3 یا 4 روز دیگر به سایر ولایت ها نیز خواهد رسید. واکسن کرونا افرادی که در گروه خطر قرار دارند سنشان از 55 به بالاست و کسانی که بیماری های مثل شکر، بیماری قلبی و فشار بلند دارند واکسن خواهد شد. معاون سخنگوی وزارت صحت میگوید که واکسینی که روند تطبیق آن آغاز شده 700 هزار دوز واکسینی است که چند روز پیش از چین به افغانستان رسید. گفتنی است که روند تطبیق واکسن کرونا هفته گذشته عبده جوزا به دلیل تمام شدن واکسن در افغانستان متوقف شده بود. خبر بعدی در صبح کابل ببینیم چی است. به ادامه امو تیتر که در اول براتون شما خواندم، دسترخان خالی ملی، شهروندان از کرونا نه از گرسنگی میترسیم. همزمان با گسترش موج سوم کرونا در افغانستان و احتمال وضع مجدد محدودیت های رفت آمد، شهروندان کشور بار دیگر از بدتر شدن وضعیت معیشتیشان نگرانند. در شرایطی که همین اکنون 10,500,000 متقاضی کار در کشور بیکار هست و در کنار آن 48.3% شهروندان کشور نیز با فقر دست و پنجه نرم می کنند. محدودیت های ناشی از کرونا به نگرانی های مردم افزوده است. هرچند تا هنوز دولت و سکتور صحت در مورد قرنطینه کامل شهر کابل و ولایت کشور تصمیم نگرفته است، اما با توجه به افزایش مبتلایان به ویروس کرونا و شمار مرگ ناشی از آن در روزهای اخیر، این احتمال وجود دارد که در هفته های آینده چنین تصمیم گرفته شود و محدودیت های تازه اعلام شود. سال گذشته در چنین روزهایی بود که دولت افغانستان برای کاهش تجمعات در کلان شهرها نزدیک به 3 ماه را قرنطینه کامل اعلان کرد. در آن زمان با اعلام قرنطینه هزاران نفر از کار بیکار شدند و صدها کارگر روزمره نیز کارش را از دست داد. اکنون بار دیگر این نگرانی ها افزایش یافته است. موضوع کرونا موضوع خیلی جدی است و مطمئن هستم اگر نگرانی مردم به می خاطر است که اگر به قرنطینه بره کابل به ولایت و کار اونا چطور میشه. شما میبینید که روزانه چقدر همدران ما روز مست کار میکنن و در سرکا و کوچه و پس کوچه هستن. بخش از برنامه انتیبیوتیک هم همکاری ما آماده نشر میکنن، با هم حتما میبینیم. اما قبل از او من گفتم که کرونا خیلی جدی است، باید جدی بگیریم. اگر به قرنطینه هم کابل و ولایت نره، اما همه قدر باید بکنیم که ما کرونا را جدی بگیریم. ماسک، دستکش، مایع ضد عفونی در تقسیم اوقات روزمره زندگی ما باید دقیقاً باشه. آماده نشر است بسته انتیبیوتیک، با هم یک جا تماشا میکنیم، بعد برمیگردیم. نه لولای کان عزیز نیست که کرونا می بیکاری را سگ تو بیزاری را سگ لولا امی تاجر مرا سگ تو لولا برو دال جور میکنه نام فم رستوران جور میکنه خوب که پیسا انداز یک فامریکا جور کلا لولا این ده چی سگ تو ده چی اولس ما بخوی بیکاری را سگ تو لولا راست میگی لولا با خدا امی چه سگ 500 600 نفر است این جگر خونی ما را سیکو در خانه میریم بیل برق سیکو این کرای خانه را سیکو لالا اوش در بازی تا ما سوز پورا میشه حیران خدا بانی لالا لالا جان تو دیروز کار نکردی؟ نه من چیز سر هفته این آخر هفته است چون دیروز 4 شنبه 5 شنبه این دسلام نکردی؟ حال تو باش مگه قرنطین ما این بکاری و خدا این ضربه پویش نمیفهمیم چیگه بزن با خدا ما خیلی دولت این کشور خود این نفهمیدیم که ما چی رقم زندگی کنم یک چند آنه تاجیر داریم سعی کنه که وارا بایدر سعی کنه که سلام علیکم چی حال داره سعی کنه؟ خیر خیره؟ خیره؟ با خیره سی؟ هر کار داشتی گلا؟ باشی ما اول سعی باشد یک دفعه یک دفعه میه برای سبر؟ سال ما کار یاد اسم من یک دفعه شما کار کنه سبر سبر نه بچه سبر کتو؟ لولای کن سعی کنم سبر باشی یک دفعه نوبت یک دفعه سبر خیره خیره
ما ببخشی باور کنم اینجا سیستم بیکار میخوام کار کنم ما که تو رو سعی کنم کارگر میبری خب اگر از خیرت میبری ما قدید میرم لالا جان دو نفر هستیم خب یکی مام است بیاد خیر از لالا خوش خودش میگاه برنامه تانه مرم با بچه بخیلی نکم سبر کن دیوانه بیاری نو بیدر چیم بسته لالا کن این واقعا خودت میبامی که افغانستان بیکاری است. سکه چه مشکلات هستیم آه از بیکاری فول بیکاری ما از خواهیش میکنیم ما اولاد غریب هستیم خیر از ما را کارگری هرچه با خدا صبحنه چند اولی... بار میکنی روزانه تو گوش که اولی تا جارو میکنیم شیشه خانه تا پاک میکنیم خیر از آه ببین لالا جان ما اولاد غریب هستیم اگر 400 200 میریم حالا میفهمم اولاد غریب هستیم اینجا بر کار کردن آمدیم هر دو ما 300 میریم کل کار تا میکنیم کار خانه تا میکنیم چی کار کردن میتونی من هر کار میتونم خب بدر پف نکی میفهمم من خود یک دقیقه دیوانین کدین یک دقیقه در دو ست میرم صبر کن تو چی کار هستی؟ ما باور که محصر هستم بیادر محصر هستم به این تو وضع مسایی نکو بیکاری سک اینه تو بگو آه من محصر بودی انجینیر برق هستم تو انجینیر بودی؟ یک سال میشه فارغ هستم بیکار هستم بزیست بیکاری چی میکنی بیکاری؟ یک لحظه آرام باشید یاد خدا دیوانین کدین لالای فقید عقیل میبینی ما هم دکتران دارم هم ماستری دارم هم بیادر قند خلاصه کل تحصیلات خلاص کرد با وزارت تا موینی تا بیادر دگر کارا رو مکدیم ما مثل شما غریب هستیم آمدیم بیکار شدیم به اینجا به یک 300-200 رو پا آمدیم من نیستم حالا از آدم ها شما رو بکار ما هم از بیکاری آمدیم اینجا بیشید هم اومد استایی 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 خب سلام علیکم خوب هستید بخیر هستید رباینده محترم بزرگوار ما سلامت باشین جناب یارباب سیب تشکر چطور هستید بخیر هستید شکر. سلامت باشین سیب محترم برو خوب است که بخیر سلام محترم بشیش دی پشت دروازه امروز منتظر نامد نیسته ببین موشنگ کجاست موشنگ سیب امروز چیسته خانه رفته خانهش یک بچگک شده خوش از این خاطر اجازه گرفت متوجه باشی که خودشون سر به خود داخل میشن درست سر به خود آمد همینجا ساد بود موشنگر پیرن اینجا باقلی اگه باشه موشنگ نیست خب چیگه پس به چی خاطر آمدین پیش ما؟ جناب ارباب صاحب ما به همین خاطر آمدیم که من حیث رباینده های مردم در مجلس رباندگان بسیار خوب هر قد چیخ میزنیم داد میزنیم صدای ما را نمیشنوین صاحب آمدیم از نزدیک براتون بگیم که حداقل صدای ما صدای مردم است بسیار خوب باید توجه کنین برش با اجازه جناب محترم و ارباب کل آفرین واقعا ما گلون ما درد گرفته است بسیار صدا میکنیم خوب. تا صدای ما با بزرگوار صاحب محترم شما برسه آه دولی شما بشنوین از طریق چی صدایتان با ما برسه صداهایی که محترم با چیز معلوم است طریق رسانه ها خوب میدیا خوب میخونین به خدا بسیار خوب میخونین آفرین آفرین ولی صدایتون خوشم میاد نیست خواندن ما را با آوازخوانا فکر میکردم اشتباهی گرفتین چی میخونین ما میگیم که وزرای سرپرست دینمی کشور نباشه صدا بلند میکنین که وزرای سرپرست دینمی کشور نباشه ولی شما بلند میکنین صدا بلند میکنین که وزرای سرپرست دای کشور نباشه ولی شما اعتنایی نمیکنین صدا بلند میکنین که دای دارات فساد زیاد از جلوشه بگیرین شما جلوشه نمیگیرین صدا بلند میکنین که امنیت و خیر شی سلام علیکم سلام علیکم کم سرتان مشکوک شده بودیم با گفتم خیلی از اون خواننده قواره شنو خواننده رفته بود خودتم از اون خواننده دریشیدار رقم سینی خال فامیلی مال فامیلی بخشید بسیار خب چی صدا بلند میکنید؟ اولین صدایی که بلند میکنیم جناب ارباب صاحب امی است که با وزرای سرپرست چی وقت خاتمه میتین سه؟ چرا وزرا سرپرست باید باشن؟ خب وزرایی که ما باید شما رای نمیتین چرا شما میبرین خنجاقشان میکنین؟ خیلی چی پرست باشن یا؟ وزرایی که باشه که باید از پیش ما رای بگیرن خب یه طور است که شما وقتی که با وزیرهای با که ما براتان رایی بکنیم چرا رای نمیتین؟ وقتی که رای نمیتین ما مجبور هستم که سرپرستان هم تو پیش خود نگاه کنم
گناه خود ترشی از ماست. بگو. از کیش گناه؟ نه، گناه شمام نیست، ولی گناه مام نیست. خب از کیش خیلی؟ وزراخ کارشان ایج نامالوم است. ایج تبال ما کارای یارش ما ندیدیم. چی کار میکنن؟ خرج از ما کنن بیشتر است. میاله برد گفتم که وقتی که شما وکیلا را و شریف صاحبا را که رای نمیتین که برتان رایی میکنم، خب ما میدم تا قید کردیم شریف صاحبای سرپرست نگاه کردیم. خب این قسمت خب گفت ما را نشنیدین و نمیشنوین. دیگه چی؟ موضوع فساد. فساد در اکثر ادارات فساد جلیان داره، رسانه ها افشا کرده، چرا توجه نمیکنین؟ خب خب موضوع فساد میگی بیشک بیشک در تشنابای تن که معاملگری است اوش او را چطور میکنی؟ باز او خیر میمانی هایی که شما هر شب گرفته میرین هر شب یکان لابیگری و یکان کارا که میکنین میمان میکنین عشق برابر ماشتان که میباشه او فساد نیست؟ خب فساد خیر، فساد هم میمانیم در جایش میرن ما پسان در رویش میم همین موضوع امنیت سر چی حال از دهی کشور؟ امنیت خودش سر به خود جور میشه دیگه او خب باز کار من نیست. کار کی هست سر؟ کار خود امنیت است که باید خودش خود به خود جور شد. از اولی نمود تو فرمول جور شده که باید امنیت در افغانستان اگه خراب هم میشه خودش شد و اگه خوب هم میشه خودش شد. دیگه کار من نیست، من سعی دارم. ارباب سب امنیت باید جور شد. شما من حیث ارباب کلی کشور اولین وظیفه تون باید همین باشه که امنیت جور شد. یک ما حالا چهار تا فساد کردیم یا نکردیم او رو برای خود ما میکشین. ای که امنیت شما در کشور نمیارین ما نمیتونیم برای خودتون بکشین. سیکو شرید امنیت ببر شما شرید صاحب مداخله را برتون معرفی کردم چرا رای ندادین؟ ما بودم اون سرپرستش شرید صاحب سرپرست ماندیم اونم هر روز و معقب نشینی تکتیکی کنه رایست خلاص پس خب خودش یک برنامه است دیگه خود شما سعی شرید صاحب هایی که ما بر شما پیشنهاد میکنم اون رای بتین که ما براتون امنیت خب من لیاقت ندارم که ما رای نمیتیم انیق با این دسته؟ بله صاحب تشکر ارباب کل صاحب اگر چیناش ما استفا میتم از کجا من خسته شدم از رباینددونی صفا میتیم؟ امنیت فساد حالا تو از رباینددونی صفا میتیم؟ بله صاحب به خیال فشار آمده شرد واقعا مشکل است. ما چی پاسخ بدم به اول چرا خدا به عنوان رباینده مردم خدا کاندید کردیم؟ نه ما استفا نمیتیم ما تا زمان چیغ میزنیم تا زمان چیغ میزنیم که اگر ارباب صاحب صدای ما را نشنی جهان باید صدای ما را بشنوه. برین پیش جامعه جهانی صدای تا نمیشنه و ما صدای تا هر روز شنیده نمیتونیم دیگه شما هر روز بیاین صدای تا سر ما بشنه. من خود با اینجا کم و نرمند است که من صدای از واره باید بشنم باده واره چیکار کنیم؟ فقط اون یک را داره. بله سیب آنمو مجلس ربایندگان بله تحسن چیخ زدن اونمو تبله و اونمو دول بله. باز اونمو تبله و دول با چیزم دیگر پرتاب دقیقا درست است اونمو تبله و اونمو دول هیچ مشکل نیست سب ادامه هم بده شاید میخورید؟ سلامت تشکر سب تشکر یک جهان تشکر زنده باشید تشکر سپاس از همکارای ما وقفه داریم و بعد در ادامه ما رو همراهی بکنیم. برگشتیم به ادامه برنامه. دوستای عزیز تشکر که ما را همراهی کردین. ما مطمئن هستم که شما حتما سر دسترخوان هستین و بعد از صبحانه یا چای صبح بگم به قول عام که خیلی مزه میتادم چای بگیره. در ادامه سخنان انگیزشی زیادترین سخنان را که ما سخنان انگیزشی را خواندیم یا جملات اتا انگیزشی را از برایان تریسی بوده که حالا خیلی مقبول و قشنگ در رابطه به هر موضوع یک جمله مشخص ارائه کرده که او جمله باعثی شده که تغییر بزرگ و خوب در زندگی ما ایجاد شود. هر از گاهی که ما بخواهیم برای یک تغییر استاد شویم و به زندگی خود تغییر بیاریم مطمئن هستم که ما این کار را کرده میتونیم به شرطی که همونطور که همیشه یاد کردیم که عزم و اراده قوی و خوبتر را در زندگی خود داشته باشیم.
آفتاب به گیاهی میتابه که سرش را از زمین بلند میکنه. در غیر از او هیچ گاهی به اون گیاه نمیتابه. خوب است که ما هم اگر میخواهیم که آفتاب زندگی خوبتر بهتر بر ما بتابه، ما باید استاد شویم، اول یک بار حرکت بکنیم، بعد پس ببینیم که چگونه همگی هم کائنات به طرف ما میان و ما بهتر و خوبتر میتونیم که در کار پیش بریم. آیلات را با هم تماشا کردیم. این مسابقات مسابقات خوبی هست، مسابقه است که بر تماشایش ما خسته نمیشیم و تیمای ملی هست، مطمئن هستم که در کل دنیا طرفدار خودشان داره. جام ملت‌های اروپا به گونه زنده و مستقیم از تلویزیون یک به نشر میرسه با گزارش همکار خوبمان مختار لشکری و همچنان علی جان رحیمی که گزارش بهتر و خوبتر را میتن. شمایی که دوست دارین، علاقمند هستین تا ببینین فوتبال را و جام ملت‌های اروپا را، فقط یک را انتخاب کنین و بیننده یک باشین. همکارای ما تلاش کردن، زحمت کشیدن تا اینکه بتونن هم مسابقه‌های بهتر خوبتر را نشر بکنن که با مکیفیت عالی و مکیفیت بسیار خوب به نشر میرسه و در کنار از این شما میتونین که گزارشات را هم تماشا بکنین، هر شبه که فوتبال باشه به گونه زنده و مستقیم از تلویزیون یک تماشا بکنین. وقفه داریم و بعد در ادامه برنامه گلبانگ را همراهی بکنین. من از جان میگذرم، او زیبا
پایم تو را دوست میدارم، من از جان میگذرم، من از جان میگذرم. زیبایم تو را دوست میدارم، من از جان میگذرم، من از جان میگذرم. به به بسیار مقبول دفرجان. سلام 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 تمیم جان، صبح بخیر باشه. صبح شما بخیر، خوش آمدی، زنده باشین. بفرما همینجا بشین، فاصله رو مراعات کن. بیخی فاصله. چی حال داری؟ سلامت باش. آهنگ خیلی زیبا و قشنگ را که ظفرجان جاوید صدایش هم زیباست دیگه، حالا شک نیست در صدایش، زمین خاطر مقبول خواند. بسیار زیاد خوش آمدی ظفرجان. تشکر. صبح بخیر. سلام خدمت بیننده های از تلویزیون، یک خصوصا برنامه گلبانگ، به گردانندگی تمیم جان عزیز که بعد از سالها میبینم. بعد از سالها. کجا بودی ظفر جان؟ میخوایم بدانم که ظفر جاوید کجا بود. دقیقاً دو سال قبل از امروز ما خودت یک برنامه داشتیم، اگر یاد باشه، در یکی از روزهای جمعه. از امروز روز دیگه تال ما نید. امور را گفتم، من تا احساس میکنم چندین سال شده، نی؟ عمر چقدر زود میگذره. من خود کشور بلژیم زندگی میکنم و قرنطینا بود، بالاخره تقریبا دو ماه میشه که کابل آمدیم و مصروف برنامه و یک سفر تاشکند داشتیم به خاطر یکی دو آهنگ جدید که انشالله یک آهنگ میخوانم، ویدیویش تکمیل شده که در قریب ریلیز میشه، و یک آهنگ دیگه کار مشترک داشتیم با رجا جان رایش. آها. ویدیوی از هم تکمیل شده انشالله، شاید که پیش از عید قربان بخیر میشه. یه آهنگ مقبول را که اجرا کردی ما شنیده بودیم از زبان خود. بله. فکر میکنم با کمک ویژگی های دیگه تازه ترش کردی، چه قسم؟ بله. بود؟ جا داره که تشکری کنم از جناب امیرجان صبوری، هنرمند دوست داشتنی ما. تصنیف یا آهنگ دوباره برای ما ساختن این سفر که ما به تاشکند داشتیم، باز دوست ما نجیب جان پیمان تشکری میکنم از اونا که گفتن یا آهنگ دوباره بخوانی، و تصنیف عزیز صبوری صاحب ساخت، باز ما اجرا کردم اما کمک متفاوت تر. بله، من مطمئن هستم که بودن با هموطنان، بودن با وطندارا برای هر افغان ما دوست داشتنی است. دقیقا. ظفر جان، خودت یگان وقت دیدن دوستا و هموطنا و رفیقا میکشانه به افغانستان، یا در کل پشت وطن دق میشی یا پشت هموطنا دق میشی، میای به کابل و این مجبورت میکنه که بالاخره بیایی، یا که از شوق و از علاقه میای بیایی؟ خب چوب، یک سوال جالبه. اول یک شوخی کنم، یگان تا دوستای من میگم وقت پیسه پیدا میشه که برنامه است. خب شک نیست که دیدار وطندار، دوست، رفیق، خاک، بالاخره افغانستان جایی که زاده شدیم، بزرگ شدیم، هیچ وقت فراموش نمیشه. اما هنرمند مثل که شما مسئولیت دارین در مقابل مردم، رسانه ها، ما هم. و ما افتخار میکنم یاد که ما میتونم از طریق هنر خود خدمت کنم به مردمم، و این سوال من میتونم از چند بود جواب بدیم. یکی که به خاطر کارهای هنریم طبعا میم، به خاطر کارهای هنریم افغانستان و به خاطر محافل خوشی دوستا و اینا، به خاطر کار خود، و طبعا دق بازیاتر میشم این افغانستان. یک ذره مشکلات اگرچه که در قسم او گپوی شما نیستیم، نی؟ از لحاظ امنیتی یک ذره شرایط خرابه، اما باز هم ما میم همین دیدار خودت، دیدار دوستا، یک دنیا. زنده باشید. تشکر. ظفر جاوید از محدود هنرمندایی است که صدایش هیچ وقت خاموش نشده. ما میبینیم در موسیقی افغانستان که بعض از جوان ها میاین، بعض از یک مدت صدایشان خاموش میشه و بعد، اما ظفر جاوید آمده حداقل نگاه کرده صدای خود را و همیشه بعد از چند مدت یک آهنگ تازه میکشه. این میخوایم در رابطه با این موضوع کم توضیحات بدی. آیا این راز موفقیت یک هنرمند میباشه یا در کل که یگان تام تو که میره که میره؟ تشکر تمیم جان، لطف میکنی کوچک نوازی کردی. هنرمند باید همیش به نظر من، اگرچه که یک ویدیو یا یک آهنگ جدید خیلی هزینه برمیداره که آدم تیار میکنه یک آهنگ، اما به خاطر اینکه آدم ماندگار بانه، جاویدان بانه و رسانه باشه، همیش باید کار نو داشته باشه. و راز موفقیت یک هنرمند همیشه که پشت کار داشته باشه، بدون شک، ویدیو کلیپ جدید، آهنگ جدید، و بالاخره با موسیقی از عشق با موسیقی داره. تنها از یک بوت نبینه که من شهرت میکشم و بالاخره اما تو هستم، نه،
به نظر من هر چقدر که آدم در موسیقی زحمت بکشه، اما تو که آدم میخواد بلندسازی کنه نی سربان خود زحمت میکشه، چه باید جنجالا رو بشه یک بدن زیبا بخواد تیار کنه. موسیقی هم نما تو باید سر آواز کار شه، سر ویدیو، سر لباس و سر آهنگ، که بالاخره پشت کار داشته باشه که ماندگار بانه. بدون شک. ظفر جان فوتبال دوست داری؟ بسیار زیاد. ما جام ملت‌های اروپا را نشر میکنیم از تلویزیون یک بگونی زنده و قانونی. طرفدار کدام تیم هستی؟ جالبی که یک برادر میگم اول یک شوخی کنم، شما گفتین فوتبال دوست داری، گفتم بله. باز برادر کلانو که میگفتیم فوتبال دوست داری، میگفت حالا اگه توپ پیش پایت پرد بیا گل بزن چی خواهد کردی. من فوتبال زیاد دوست دارم. امی دیشب که از طریق تلویزیون یک فوتبال بین بلژیم و کشور روسیه بود، کشوری که خودت زندگی میکنی. من کشور دومو واقعا تیم بسیار مقبول بازی کردن. دیشب بلژیم 3-0 پیروز شده مقابل روسیه و از طریق تلویزیون یک دیدم برنامه را و افتخار میکنم که تلویزیون یک بالاخره امو جواز یا لایسنس مسابقات جام ملت‌های اروپا را بالاخره خریداری کردن و نشر میکنه. یک کمک از برای مردم و مردم ما میتونه که بتونه از طریق تلویزیون یک ببینه. از کیفیت تصویر راضی بودی؟ از کیفیت تصویر ما خو یک تلویزیون غریبانه داریم. خب باز ما چطور نی چطور نی طبعا طبعا تصویر بسیار زیبا. آنقدر دوست دارم که آهنگ بعدی ظفر جان بشنوم و با مو اجرایی که میکنه، با مو مزداریایش که موسیقی را میفهمه و اجرا میکنه. من منتظرم هستم که ظفر جاوید اجرا داشته باشه. من مطمئن هستم که شما هم همین لحظه منتظرم هستین که ظفر جان جاوید یک اجرای خوب و عالی را داشته باشه. من دیگه چیز نمیگم، فقط قربانت. این پارچه شاد است به خاطر که صبح است دیگه. اول با آهنگ آرام شروع کردیم، این پارچه نسبتا شاد است. ویدیوی همین بخیر ان شاء الله ریلیز میشه، همین اجرا میکنه. مشنیم آهنگ قربان. نمک داره و آی
به به زنده باشین. خیلی زیبا. اموتی یک آهنگ مست شانه پرانه پرانه که آدم خود یکان دفعه قایم گرفتن هم میتونم ای گل صبح خواه ما پرانه دقیقا باید گل صبح اموتی یک آهنگ باشه که آدم کیف بکنه. ای آهنگ بسیار مقبول بود ظفر جان، در رابطه با ای آهنگ کم برای معلومات بده. آهنگ یکی از آهنگ های فولکلور است و امیشیر اطور یک رقم ما متردد شدیم، چون من ایره وقتی که ازم سایت گرفتم به نام دو کس است. از این خاطر حالا ما میخوایم نفر اصلا پیدا کنیم که وقتی که ما در تایتل شعر نوشته کنم شاعره. از این خاطر اسم شاعر فعلا به یادم نیست، اما ویدیو شده ازبکستان ناصر جان داریج دوست خود ما دایرکت کرده، ویدیوش هم ان قریب بخیر میبینین. ظفر جان از بیرون از موسیقی برای ما از زندگیت قصه بکن. تحصیلات کجاست؟ کاربار کجاست؟ چی میکنید؟ خب یه کم بیشتر میگم. من تا صنف 14 یعنی ادبیات خواندم و سپورت میکنم و هم پرورش اندام. چرا خیلی اندام جور نمیشه زیاد دوست دارم و خب در بلژیم خب گفتم زندگی میکنم. بجز از موسیقی درس و سپورت دیگه کدام کار نیست و اصلا بیکار هم نمیشم، به خاطر زیادتر برنامه شخصی دوستا رو پیش میبرم، مصروف هم میگه پا و دیگه دیدار خودت. بسیار عالی، همی هم کلام کار است. تشکر میکنیم از اینکه آمدی ظفر جان، واقعا برنامه ما رو پررنگ کردی. تشکر. اگر کدام پیام گفتن این گپک بدلت مانده کمره به خدمت پس. خب من بازم اول تشکر میکنم از برنامه زیبای شما، از دوستای تکنیک کمره و از دعوتتان و همیش من که در تلویزیون یک میم احساس بیگانگی نمی کنم. دقیقا تلویزیون خواهد یک مدت زمانی جا وظیفه اجرا کردیم، خاطرات همه دوست ها هست پیشم. از مردم یک خواهش دارم، گفتنی نیک حالا من نصیحت کنم، فقط خواهش من همیست که بالاخره برای خود هرچ قائل شوند به زندگی خود و به فامیل خود، فقط یک نکته که کرونا را جدی بگیرن و مراعات کنن که چی وضعیت است. دقیقا بس. پیام بسیار زیبا، تشکر. قربان سلامت باشید. ما هم میگیم که کرونا را جدی بگیرین تا محفوظ بمانین. وقفه کوتاه و در ادامه امریمون بکنین. در ادامه گلبانگ هستیم هموطنای عزیز. ما متوجه هستیم و میبینیم خیلی از بانوایی که در جامعه ما زندگی میکنند و شاید زیادتر از زنان و خانما جرأت نکرده باشند که بیاین برای دیگر زنان و خانما، برای دیگر به عنوان همجنسشان کارآفرین باشند یا برای اونا کار ایجاد بکنند، به خاطر که این ریسک کس قبول نمیکنه. اما امروز خوشبختانه که گلبانگ میزبان خانمی است که کارآفرین هست و برای خیلی تعداد از خانمها شغل کاری ایجاد کرده و از این طریق میخواه که برای نسل خود و برای همجنسای خود کار بکنه، فعالیت بکنه و خوشبختانه که امروز در استودیو بانو طیبه مشل کارفرما رو با خود داره. قبل از همه سلام و صبح بخیر خدمت خانم مشل، خیلی خوش آمدید. صبح شما بخیر باشه. تشکر، خوش باشین. سلام عرض ادب خدمت شما و بیننده محترمی که همین اکنون از طریق تلویزیون شما ما را بیننده هستند. طیبه مشهل وایزی هستم، رئیس مؤسسه مشارکت و توانمندسازی زنای افغان و فعلا در خدمت شما. سلامت باشین بانو مشهل، زنده باشین. بیایم از اینجا شروع بکنیم، از اینجا شروع بکنیم که دید شما در رابطه با زنان و وضعیت زنان در جامعه امروزی ما به طور کلی اگر صحبت بکنیم چگونه است، چون شما بیشتر سر کار داشتین با زنان. دقیقاً ما متاسفانه در این اواخر شاهدی ناگوارترین شرایط در افغانستان هستیم، چی در زندگی مردا و چی در زندگی زنا. البته متاسفانه ناگوارترین شرایط یعنی که ما از لحاظ امنیتی، اقتصادی، سیاسی و متاسفانه که یک خطر بزرگ دیگه به نام مرض کرونا ما دچار هستیم که متاسفانه این تاثیرات منفی خود بالای زندگی تمام مردم افغانستان و بخصوص قشر آسیب دیده زن تاثیرات منفی خود داره. البته بدون شک خانم مشل، از کارکردها، از فعالیت ها و از دستاوردهای خودتان برام قصه بکنید.
سلامت باشین. ما مدت زیادی میشه که اگر بگویم از طفلی ما کاروبار در راستای می حمایت از خانم‌ها شروع کردیم، کار کردیم، علاقمندی زیاد دادم در اکثریت ارگان‌های دولتی و غیر دولتی کار مستقیم کردیم و با اساس علاقمندی زیادی که به این برنامه‌ها داشتم در حمایت از خانم‌ها، خواستم یک آدرس موثق و منظم داشته باشم که با گرفتن جواز از وزارت محترم اقتصاد مؤسسه تأسیس کردم به نام مؤسسه مشارکت و توانمندسازی زنان افغان که بتانم از او آدرس برنامه هایی را که دارم مستقیما ما کاروبار کنم، که تقریبا 4 سال پیش من جواز از وزارت محترم اقتصاد گرفتم و در بخش های مختلف ما برنامه های خدا دارم. بله، در آغاز ما گفتم که شاید هیچ خانم جرأت نکنه که بیایه و چون این ایجاد بکنه یک مؤسسه بر خانما کارآفرین باشه، اما شما آمدین این جرأت را کردین در جامعه امروزی که ما هزاران مشکل دیگر داریم. مطمئن هستم که زیاد مشکلات شاید صدرای شما آمده باشه و شما چطور با مشکلات مقابله کردین، چطور تانستین که صدایتون را بلند بکنین و تا امروز برای تمام خانما کارآفرین باشین، یعنی تعداد از خانما؟ دقیقاً این سوال است جوان ناظرین که همیشه از ما میشه، از میشه از خانمای و تعداد خانمایی که از خانه برآمدن و از خود برنامه‌ای دارن. بله، این سوال حتمی است که میشه که چطور جرأت کردین. متاسفانه دقیقاً ما هر زنی که از خانه میبره برنامه‌ای می داشته باشه، خب طبعاً به مشکلات و بنبست‌های روبرو میشه. اگر ما از مشکلات بترسیم، اگر ما از وضعیت ترس داشته باشیم، طبعاً ما به عقب میریم، باز نمیتونیم که پیشرفت کنیم. دقیقاً در طول زمانی که ما در این بخش های حمایت از خانما کار فعالیت دارم، خب مشکلات خود داشتیم، حتی اخطاریه ها داشتیم، حتی تهدیدهای امنیتی داشتیم، اما گفتیم که ما زندگیم قربان خواهرای ما که برای فعلا در شرایط بسیار بد و وضعیت بد افغانستان زندگی میکنن، باید ما برشان کار کرده بتانم، اگر هندکی هم باشه که حساب نشه و باید ما کار کنم، زحمت بکشم. و دقیقا نیره مطمئن باشین که هر زنی که ده شما میبینین برنامه داره، هر زنی که میبینین از خانه میبره، اینه مطمئن باشین که بسطها مشکلات مواجه است، بسطها تهدیدات امنیتی مواجه است، اما ما نمیترسیم. انشاءالله که خداوند با ماست، ما برای درست روان استیم، میخواییم خدمتی کنیم، میخواییم چیزی که مثلا ما تحصیل کردیم، ما درس خواندیم، ما مصرف کردیم، به این نکردیم که ما در کنج خانه بشینیم. این که در قسمت ما هر چی باشه، ما امور قبول داریم، تا وقتی که زنده استیم انشاءالله کار فعالیت میکنیم. آها، عمرتان پربرکت باشه با خانم مشعل. میخوایم از متن بیایم به محتوا، کمی از محتوا قصه بکنیم که حالا این مؤسسه که شما برای خانما کار ایجاد کردین یا کار ایجاد میکنین چه نوع کارهایی است و کمک اگر معلومات بدین برای ما. امی ما از طریق مؤسسم با 4 بخش کار میکنم. بخش معارفم کار میکنم، تعلیم تربیه، بخش صحت، بخش زراعت و بخش خدمات اجتماعی البته. که در امی جریانی که 4 سال میشه که ما جواز گرفتیم، کارهای بسیار مثبتی کردیم، اما متاسفانه که ما کدام پروژه خاصی از کدام نهادی نگرفتیم، اما نسبت علاقمندی که خودم داشتم و مو توانمندی و مو ظرفیت و کیفیتی که خودم داشتم و مو امکانات ناچیزی که خودم داشتم، روی علاقمندی که داشتم کار کردیم و ما حدی که ما توانمندی داشتیم. ما در بخش یک بخش تولید لباس دارم، تولید می لباس های سنتی دستدوزی خانما را. ما با خانمایی که در ولایت هستن ارتباط مستقیم دارم، خانمایی که در خانه هستن نمیتونن از خانه براین، اما استعدادهای بسیار بالا و مثبتی دارن. اونا مثلا لباس های دستدوزی، یخن های دستدوزی، لباس هایی که میدوزن، بافت میکنن، هر هنری که دارن در خانه اونا آماده میکنن. ما فقط میخواییم که حمایتشان کنم، اما موادشان ما میاریم، چون ما مستقیمان با نهادهای تجارتی و نهادهای بین المللی ارتباط داریم، برنامه های خوب داریم، مثلا نمایشگاه ها داریم، دستدوزی از یاره، تولیدی از یاره که هر نوعی که باشه، ما با اینا در ارتباط هستیم، با ما
روان میکنن از ولایت و ما در نمایشگاه میبریم با اونا فروشات میکنیم تا بتانیم برای یک خانمی که در خانه است، برای یک خانمی که شاید شوهر نداشته باشه، شاید پسری نداشته باشه. متاسفانه ما شاهدی بدترین حالت هستیم از خانم‌ها البته که در وضعیت بسیار بد زندگی میکنن، تا بتونم یک خدمت ناچیز بکنم، همین تولیدشان را به فروش میرسانم، دوباره به اونا کمک میکنم، پولشان ارسال میکنم. خانم مشعل، دولت هم برای شما همکاری میکنه؟ کدام حمایت داره، همکاری داره؟ متاسفانه نه، متاسفانه نه. ما از این تریبیون تلویزیون شما، از این آدرس تلویزیون شما، ما اینم میتونم بگویم که خانمایی که برنامه می داشته باشن در هر عرصه‌ای که می باشن، اینقدر جدیت که دولت در مقابل خانما داره، پرسپول که در مقابل خانما داره، مثلا از قبیل حوزه های امنیتی نوایی، اگر یک آدرسی از خانما باشه یا دفتری باشه، بار بار میایند پرسان میکنن تو چی کار هستی، تو چی کار میکنی؟ او برادر، من یک خانم هستم، میبینی برنامه برای خانما دارم، میبینی خانمای بیوه حمایت میکنم، میبینی اطفال یتیم میخوایم که دستم برسه حمایت کنم. اما متاسفانه بر علاوه که اینا کمکی کردن نمیتونن برای خانم ما، بعضی مشکلات کار خود از لحاظ امنیتی شاید برای شما خوب باشه، چون به خاطر امنیت شما شاید کار رو بکنن و همون لحظی هم که پرسان میکنم مطمئن هستم که حداقل ببینن که نظر شما چیه. نمیفهم دیگه، و نظری میخوام شما چی فکر میکنین؟ آیا واقعا خب بازم ما از بازم ما ممنون شان هستیم از اینکه ما را یاد میکنن، بعد دروازه ما میاین، از ما پرسان میکنن. باز هم یک تقاضا و یک امید کوچک خواهرانه است پیشان دارم که خانما را، خواهران خدا که با همه چالش ها، با بزرگترین مشکلات از خانه میبرن و برنامه دارن، لطفا حمایتشان کنن، صادقانه حمایتشان کنن. بدون شک خانم مشعل، زیادی از دانشمندا گفتن که کمک برای دیگران لحظه است که انسان را خوشبخت میسازه. اگر واقعا چنین است، آیا شما واقعا در زندگیتون چند بار خود خوشبخت احساس کردین با کمک برای دیگران؟ ما امی که آزادی دارم، امی که خودکفاستم، امی که میتونم به یگانه آرزویم رسیدیم، یعنی میتونم که با کار کنم برای یک تعداد از خانما، امی خوشبخت هستم، طبعا خوشبخت هستم. یعنی یک نوع خوشبختی است که ما تانستیم به این آدرس شما آمدیم، در این شرایط، در این وضعیت یک خانم هستم، ما تانستیم که آمدم با شما صحبت دارم. من خوشبخت هستم که با خانما کمک میکنم، من خوشبخت هستم که آزادی خود دارم، خودکفایی خود دارم. این نوعی از خوشبختی است. زنده و سلامت باشین. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. ان شاء الله به امید موفقیت های بیشتر شما، گام هایتان استوار، کمره به خدمتتان است. هر گفتنی که دارین بر هموطنان ما، شما هستن و کمره. تشکر از شما در قدم اول، ممنون از شما که دعوت کردین، تشکر از میمون نوازی شما، موفق سربلند باشین. ما افتخار میکنیم با داشتن همچون شما جوانای با استعداد و جسور. من یک پیام به خواهرای خود دارم، طبعا هر خواهری که میایه پیام به مو قشر خود داره، به خواهرای خود دارم که به جوانا در قدم اول که جوانا باید درس بخونن، تلاش کنن که خدا برسانن، از هیچ چیز نترسن. قسمت قسمت است، در قسمتان هر گپی که باشه، هر قصه‌ای که باشه، اون آمدنی است. اما جسور باشین، توانمند باشین، کار کنین، دست خواهرای ناتوانتان رو بگیرین، دست یتیما رو بگیرین و با خواهرای ما که در خانه هستن همت میکنن، کار میکنن. یک بار دیگه تشکر میکنم ازشان، همت داشته باشین، کمرتان رو بسته کنین، ان شاء الله که ما به جای میرسیم. ان شاء الله بخیر باشین. تشکر از آمدنتون، سلامت. ممنون. وقفه. شما بیننده گلبانگ هستین، هموطنای عزیز، و در آخرین دقایق برنامه هستیم. ما امروز در برنامه قرار بود که آقای میرویس علیزاده، معاون سخنگوی وزارت صحت، هم داشته باشیم و در رابطه با موضوعات مختلف می‌خواستیم امروز صحبت بکنیم. کم دیرتر رسیدن، اما خوشبختانه که حالا آقای علیزاده در برنامه مجلی صبح با همکار خوبمان ادریس فارقی خواهد بود و شما هم حتما این برنامه را بیننده باشین و شمایی که میخواین تماس بگیرین به اون برنامه در رابطه با کمبود اکسیژن که یک مشکل اساسی در جامعه امروزی خود ما در همین شرایط فعلی که حالا موج سوم کرونا خیلی خطرناکتر هم هست، همچنان در رابطه با افزایش مبتلایان کرونا و در کنار از او کمبود امکانات صحی در شفاخانه‌هایی که مربوط به کووید 19 میشه و همچنان همکاری مردم با وزارت صحت، انشالله که این برنامه رو شما میتونید ببینید. داشته های امروز برنامه ما
همجا ختم میشه. تشکر میکنم که تا این دم ما را همراهی کردن دوستای عزیز و خوب. یک آهنگ مقبول و قشنگ و زیبا همکارای ما آماده نشر کردن از مریم وفا، با هم یک جا تماشا میکنیم و با نشر این آهنگ ما از حضور شما باید مرخص شم. صفحه فیسبوک برنامه ما را فراموش نکنین، به فارسی یا انگلیسی اگر گل بانک بنویسین میاد و شما میتونید که برنامه خوب ما را در اونجا هم تعقیب بکنین. خداوند دل بر ما داده که دوست داشته باشیم، حتی انسان هایی که ما را دوست هم ندارن دوست داریم. تا برنامه فردا، خداوند یارو مددگارتان.